حاجی هستی؟ بله، سلام علیکم. سلام، واسم بالاخره منو تو توی برنامه اومدی. بالاخره این کار دشمنای اسلام هست، کار مستکبراست. نمیذارم آقا ندید، ما شما رو دوست داریم، حالا آرمینو که دیدیم دوست داریم، ولی بقیه رو ندید باور کن. اینو رفیقا میشه دیدی یادم نمیبینه دنیا عزیزی. من خب تجربه خودم میتونم بگم در این مورد. من اینجا یه دختر، من الان یه دختر 23 ساله دارم، همینجا به دنیا اومد. خانومم هم ایرانی بود، هست یعنی. بعد البته جدا شدیم، ولی خب خیلی دوست، خیلی رابطه‌مون بعد از جدایی بسیار بهتر شد، یعنی اصلا نگو نپرسید، یعنی همون که آدم میخواد، خیلی دوستانه اونم. حالا بچه ما مثلا 10 سالش بود، خانوم من یه زن معتقد، مثلا حساب کنید مثلا اینجا بلند میشد میرفت چون مسجد لوند، اگه میدونین یه شهریه، شهر دانشگاهی بالاتر از مالمو، خیلی شهر جوونی و ایناست. ولی خب حالا یه سری ایرانی اونجا هستن، بسیار من سر این داستان اصلا ناراحت بودم از دستشی. من هیچ وقت نمیکنم. ولی گفتم من اصلا خوشم نمیاد تو اینجا میری. حالا این بچه هم با خودش میبود، تو فکر کن تو 10 سالگی یهو بچه من تو مدرسه سوئدی، تو سوئد داری بزرگ میشه، من رو سری میخوام بزنم. من با این فکر و فلان اینام، ای وای بچه من داره اصلا میره. ولی خب هیچی، به جان خودش من اصلا اتمو بزن، دوست فکر میکنی تو خوبه بزن. ولی من همیشه عقاید خودمو به همون اندازه سنش میگفتم، مثلا میگفتم اگه تو الان 16 سال بود من یه جور دیگه باید برخورد میکردم، ولی الان بزن فعلا ببین. خلاصه رفته رفته اینه عوض شو. بعد من گفت مسیح، آقا مسیح فقط مسیح چی، مسلمون فلانه اینا میگم، یعنی اینا تو بچگی خودشون تو مدرسه یه چلنج هایی داره، اونا اونجوری مثلا یه قاطعی گروهی میشه اینجوری میشه. الان در سن 23 سالگی اصلا نگو نپرس دیگه، اصلا قند دلم آب میره، یعنی اون مسیری که داره میره درست همون مسیری که من میخواستم، همون تیپ شخصیتش کاراش همونه، یعنی یه دختر به نظرم آزاده که خیلی بهش سعی کردم آقا خودتو فقط گول نزن، هر کاری میخوای بکنی، هر چی میخوای اعتقاد داشته باش برو اعتقاد داشته باش، ولی گول نزن. اونی که هستش روی اون پافشاری الکی، من نمیدونم هست اونجا بود یکی گفت، مثل ایران دیدی میبرم دخیل میبندن طرفو، میگیم تو دیدی مثلا یارو خوب شد، نه دیگه اون مثلا یکی اونجا بود، من به اون باور دارم، اون به یکی اصلا بابا چی خوب شد، کی خوب شد، کی دیده، هیچکی ندیده، فقط همه افرانه کی. من اصلا زور نکردم، هیچ اجباری نکردم، خودشم بالاخره تو اینجا، آخه این محیط اینجا خیلی فرق میکنه با مثلا این محیط بسته، اینجا آزاد بود، خودش رفت پیدا کرد دید. مال ما که اینجوری شد، حالا نمیدونم یه موقع میبینی بر نمیگردن، ولی کلا نوجوان جمع... سخته. ببخشید مثلا دخترتون الان گفتین چیز آتیست هستن یا آتیست؟ بله آتیست. خب شما این داستانشو به نظرم چاپ کنین، یه داستان کتاب بنویسین، مسیری که طی کردین. خیلی ها این بچه ها کتابیه دیگه، هر کسی تو زندگیش با حالا بچهش خودش و اینا. الان آرمین اون کتابش اتفاقا، ببخشید واسم داشتی الان حرفم میزدی، ناصر میگم صوتیش هم هست، ما نشستیم اینو گوش داریم گوش بدیم، چون من واقعا چشمم اینا خسته میشه، دوست دارم بخونم، میخوام خودتو بشناسم ببینم مثلا داستان چی بوده زندگیت. هی نیایم اینجا سوال کنیم، یه کتاب نوشتی بخونیم ببینیم آرمین چی میگه، چی بوده در مورد خودت هم نوشتی دیگه ذره بیرو چپتر آخره شده. اوکی چپتر هستش صوتیش، کتاب صوتی. آره صوتی مثل که بابک هم خوند گفته. نه انگلیسیشو دارم، ولی بابک هنوز میخواد فارسیشو بابک درست کنه، ولی هنوز نکرده. آها اوکی انگلیسیش دادیم. آره البته نمیدونم، حالا چه داستان خیلی قشنگی بود. کاش که اگه نمیدونم آمار چی رو نشون میده، ولی ممکنه من اگه خودم پدر بودم
چند؟ چی میگم سگتون باید سگتون بیا دلش برای من تنگ شده بود دوید اومد که من بغلش کنم. من خودم پدر البته پدرم اسمش نال مشکل اسمش دیده بودم پوچی پوچی الان کلی دوید اومد برای اینکه دلش برام تنگ شده بود. من اگه خودم مثلا یه پسر یه دختر داشتم میذاشتم یعنی فشارشون مثل شما فشار رو نمی آوردم که به چی عقیده داشته باشه. اگه حجابم مثلا میخواست بذاره سرش مثلا دخترم نمیگفتم حق نداری مثلا باید بذاری. خب و خودم هم مثلا به زور نمی آمدم عقایدم رو بهش بگم، ولی سعی میکردم که کنجکاوش بکنم که خودش بیاد ازم بپرسه. ولی آره من همین روش تو رو قبول دارم، روش مجید رو قبول دارم. بکنم بهترین روش درگیریت هم آخه کم تر آخه چجوری آخه اصلا چجوری میتونی تو سوئد شما چجوری میتونی بچه تو جمع جور کنی؟ با زور که اصلا نمیشه. اینجا از کودکستان میگم بابا ننت اگه یه موقع زدت باید بیه بگی، بعد حرف زد بیه بگی، میرم میگن. یعنی منظورم هیچ خشونت که اصلا کار نمیکنه، اینجام که اصلا نمیشه غیر قانونی، اصلا میگیرم میبرم پدرتم در میارم. پس بنابراین باید یه راهی برای خودت پیدا میکردی که بالاخره بچه تو یه جوری از آب و گل در بیاری دیگه. ولی مثلا الان شما همین قدغنه ها که میگین خب چیکار کنم؟ مثلا تو فرانسه میبینن تو از تو خونه داره بهش اجبار میشه به اون بچه که باید روسری بذاری و این اجباره است. اگه اون بچه خودش میخواست که حالا میگفتم میخواد دیگه، اجباره چیکارش کنم؟ حالا میگم این پوچی هم یه دختره، شاید یه حجاب بکنم سرش بیا با فندی من بذار مشکل در میاد. بگه من هم دیدی بودم نه بچه هست باید بزرگ شه به سن قانونی برسه. آره آره قاسم میخواستم بگی بگو. آره میخواستم بگم این خانمتون که دخترتون رو با خودش میبرده تا یه شهر دیگه تو مسجد، میگم شاید اون باعث شده که یه خورده از اسلام فاصله گرفته، چون منم یه همچین تجربه‌ای داشتم. من بچه بودم، پدر منم یه بار مسجد جمعه، یعنی انقدر حوصله‌ام سر میرفت، این آخوندم بالا حرف میزد، من اصلا نمیفهمیدم چی داره میگه. بعد من میشستم این گلای قالی رو میشمردم، این رشته هاشو با هم گره میزدم، میبافتم، این برای اصلا تصویر میگرفتم باشه برام میفهمم که وقت میرفت. اصلا یکی از چیزایی که باعث شد وقت فکر کن یه بچه 5-6 ساله مثلا اصلا دیگه یک ساعت و نیم بخواد یه جا به حرکت بشین اصلا امکان نداره. میگم شاید دخترتون هم همچین تجربه‌ای داشته. خسته کنه من البته اونا مثلا میرفت اونجا با بچه‌های دیگه مثلا میرفت بیرون بازی میکردن. خود زنا که میرن اونجا بیشتر میرن دور هم نشینیاشون دیگه در اصل استفاده اینجوری. ولی خب سیاهی لشکر میگفتم آقا شما میگم من کاری ندارم مثلا، باز از همون حرفا که من اینجوری قبول دارم میگفتم تو مثلا الان بیا قرآن رو میذاشتم جلوش هی باز میکردم میگفتم اینجا فارسی بیا قشنگ نوشته بیا این سوره رو بخون ببین این الان تو زنی دیگه، تو چطور میتونی به عنوان یه زن طرفدار مثلا بری دنبال روی این داستان بشی؟ داره میگه اینجوری من حق دارم اگه تو این کارا رو نکنی بزنمت، خوبه بزنم، من کاری به این حرفا ندارم، من یه جوری دیگه قبول دارم. بابا نمیشه که آخه هر کی برای خودش این داستان من اینجوری قبول دارم من اونجوری، بلقدر دارین میرین زهلشگر اینا دارین میشین دیگه نمیشه. پدر مادرم کاملا برعکس آرمی که تجربهش اصلا خاصه با بقیه فرق میکنه چی؟ دقیقا برعکس برقیه بود. پدر مادرم به شدت برعکس بودن. من پدرم از بچه که بودم بهم میگفتش که تو اگه 16 سالت بشه هنوز با کسی نبوده باشی بچه پسر من نیستی. بچه که بودم میگفتم گفت من باعث افتخار من باشه. من 14 سالم بود، من نمیدونم مثلا چجوری رامون دادم. پدرم تو قبرس منو بردن استریپ کلاب، پدرم منو برد استریپ کلاب تو قبرس. خواهرت هم اینو میگفت آرمین؟ نه من خواهر ندارم. میگم اگه داشتی فکر میکنی میگفت؟ نه نمیذاش، نه امکان نداره. پسرشون یه جوری. آره نه من 14 سال، ببین من 14 سال من پدرم مثلا چیزم یه کاری من با یک زن چه میدونم
من 14 سالم، یه زن مثلا 22 23 ساله که برای من اون موقع یه زن کاملا بزرگ حساب میشد، چیز کردم مثلا چیز کردم دست زنه دستم نه زنم دستش دست منو گرفت، منو میخوام گذاشت تو سینه‌اش، گذاشت تو شورتش. من 14 سالم بود، زیاد نشو خیلی نه پدر جلوی پدرم توی استریپ کلاب، من این مقدار زیادیه به نظر من. از این ور بعضی پدر از اون ور پشتمون افتاد، از اون ور پشتمون دیگه. آره من اصلا مدل چجوری پسر 14 ساله رو توی استریپ کلاب اصلا راه دادن؟ بعدم خانم دختره به من، حالا من خانم یا دختر، دختر 22 ساله به من گفتش که، به پدرم یه اشاره کرد گفتش که ببرمش پرایوت دنسینگ. پرایوت دنسینگ هم معنیش یه چیز دیگه است. خب بعد بابام نگاه کرد گفت میخوای بری؟ بعد من اصلا دستم داشت میلرزید. خب من اصلا یادم اینجور دستم اصلا تمام بدنم داشت میلرزید. گفتم نه همینجا خوبه. بعد گفت باشه نگه خدا نمیده دندون نمیده همینا. چرا یکی ببین یکی چیزم هم زد، این خانم یک کار دیگه هم کرد، کیف پول منو برداشت. من این درس اولین تجربه ای که من داشتم با یک زن این بود و این کیف پول منو زد. از همون بچگی یاد گرفتم که این کارا هزینه داره. ولی فکر کنم کارش جواب منفی به تو داده به نظر من، تا اینکه بخواد بابات مثلا فکر میکرده مردت کنه فلان، ولی بکنم این چیز منفی میده به بچه وقتی زوری. تو باید خودت باید میرفتی عاشق میشدی مثلا حالا با یه دختری دستن سال خودت. نه آرمین نمیشه، آرمین چند سال تحت تاثیر آموزهای شدید اسلامی بود، نیاز به یه دوز قوی داشت، یه اتک دوز قوی لازم داشت. نه قبل از اون، یعنی موقعی که این اتفاق افتاد مسلمان بودی؟ نمیدونم، یادم نیست از این قبل از اون بود یا بعد از اون بود. قبرس یادم نیست، باید فکر کنم زمان قاطی شده. پدر مادرت که اصلا معتقد نبودن که میگی؟ او نه 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 به شدت نبودن. خب تو چرا چجوری شد که رفته بودی این ولی تو خونه ای که من معلمای دینی توی مدرسه شهید دستخیب شیراز رون تاثیر گذاشتن اینقدر؟ آره الان یه سریال اتفاقا تو نتفلیکس هم گذاشته اسمش کلیف هست، یعنی همون خلیفه که سوئدیه، خیلی قشنگه، در مورد همینه، همین داستان بچه های فلسطینی که یهو جذب میشن تو مدرسه سوئدی، جذب یه این بسام اسم معلمای آقای شفیع و آقای مظفر اسمشون هم یادمه، دو تا معلمه، یه معلم قرآن و یه معلم دینی. معلم دینیمون آقای مظفر بود و معلم قرآنمون آقای شفیعی بود. این جفتشون اینا رو من تاثیر شدید گذاشتن و منو به شدت دیندار کردن. آره. خب بالاخره ما هم تحت تاثیر آموزا بودیم البته، ولی خب کارمون به اونجا نکشیدش وقت. شاید هم همین کارهای پدر مادرم بود که من فکر کردم این اشتباه. شاید زیاده، شاید جوابم به این زیاده روی پدر مادرم بود که من مقدار دینی کرد، نمیدونم. جای من تو عوض شده آمین. تو اگه مثلا معلم های دینی تو زمان من تو مثلا راهنمایی معلم های دینی نقش اینو بازی میکردن، می اومدن یه ذرم چیزای حساب سکسی و اینا رو اونا آموزش میدادن تو کلاس. معلم های دینی من که اینجوری بود داستان، یعنی مسائل مثلا مردمه چجوری میشه، حالا مثلا اگه سکسی میشه اینجوری میشه اونجوری میشه، اونا میگفتن به من یه چیزایی روشن کنیم. ما همچنین چیزی نداشتیم آقا بچه، معلم های دینیه با فقط بود. یعنی این فقط قرآن دینی نمیدونم راست چه بخوایی من از بتونم بگم بگو من 11-12 سالگیم بیدین بودم 12-13 سالگیم هیچ وقت خسن بیدین بودی؟ هیچ وقت دیندار نبودم، بچگی های کوچیک هم 7-8 ساله بودم اینجوری بودم و سن 11 بودم، یعنی
مثلا به خودم گفتم تا چیزی مدرک و مدرک قبلی این محکم پسندی ندیدم قبول نکنم. آره. قاسم اصغر داره لایچه داره میگه که بابای من بعد تو رو شب ببره. من موافقم آقا. اصغر کنه چیزای جالبی میگه تو لایف شد، یعنی کامنتش خوندنیه. خب من یه سوال از همه شما دارم، شما فکر میکنین اصلا درسته که یک ارتباط اولی که ما داشته باشیم با یه کسی باشه که با پول داره این کار رو میکنه؟ میدونی نظرم چیه؟ به خاطر اینکه بعضی ها مثلا منطق خرید سکس من که مثلا منطقه مثلا یه کسی مثلا پدر من اینه که بهتره که شما مثلا با یه کسی که مثلا تخصص داره توی این کارا برین یاد بگیرید قبل از اینکه رابطه داشته باشین با یه دوست دخترتون اینا، که آبروریزی نکنید، یه مقدار مثلا یه کسی بیاد به شما یاد بده. اصلا مثلا پدر مادر من جفتش اصلا فکر میکردن که من باید یه نفر به عنوان معلم، یه دختری رو به عنوان معلم مثلا بیان کلاس خصوصی برای من بگیرن که قبل از اینکه من بنزه کافی سنم به جای برسه که خودم رابطه داشته باشم، یک کسی بیاد به من تمرین رو اینا بده، نشون بده که با مثلا یه تجربه بالایی برم توی بعد برم دوست دختر رو اینا بگیرم. جفتشو فکر میکردن این مثلا یه چیز روش خوبیه. من نمیدونم الان نظر شما چیه. من کاملا موافقم با پدر مادرت، یعنی چون معمولا بار اول من به طور علمی نرفتم مثلا راجع به روز میگردی یا کار اینسی تحقیق کنم ببینم چی به چی. به طور علمی؟ مثلا کسایی که برای مثلا ببینم کسایی که این کار میکنن خوشحالن، کسایی که میخرن خوشحالن، سودی میرسونن. من میدونم که قانونی کردنش کاملا به سود یک جامعه است، اینکه خود کارش به نفع جامعه هست یا نه نمیدونم. من یه چیزی که خیلی برام جالب بود این بود که توی یه سری کشورهای یادم نیست کدوم کشورها، فکر کنم دولت میاد پول میده برای یه تخفیفی برای کسایی که مثلا مشکلات روانی دارن یا معلولن یا یه چیزی، که بتونن این نیازه خودشون رو از این کسایی که کارشون اینه بگیرن و با پول کمتر از بقیه. یعنی کدوم نمیدونم، شما میدونین کدوم کشور این کارو میکنه؟ و به نظر من این یه سرویس خیلی خوبه. کدوم بگو رابی؟ هلند؟ نمیدونم هلند یا نه. کسی دیگه میشه؟ حتما یه کشور اروپایی احتمالا. ولی قاسم تو میدونی کدوم دارم در میشه صحبت کنم؟ من اگه میدونی اصلا کجاست که رفته بودم تو الان. فکر نمی کنم. این قوانی میشه میخوره مال اروپایی باشه. آره. جای دیگه خیلی مشکل. وضعیت مثل که تو ایران خیلی بده نه؟ یعنی کسایی که ببینید آزاده. چرا انقدر همه احساس میکنن چه... خب اگه آزاده پس چرا انقدر همه تو ایران حسن انگار عقده‌ای ان به نظر میاد؟ نه این شوخیشه. بعدش هم یه جورایی چون در واقع هیچ وقت با آرامش خاطر نیست دیگه، یعنی شما هر چقدر هم که بخوای با یه نفر باشی پول بدی هر کاری بکنی، بازم میدونی توی این مملکت غیر قانونیه. بازم 1% احتمال بدی اگه یکی خب بخواد مثلا چه اتفاقی بیفته میفته، مثل مثلا کشور دیگه نیست که کسی نتونه حق نداشته باشه مزاحم شما بشه، بخوان میتونن مزاحم بشن. اون آرامش فکریه رو بالاخره نداری هر جوری حساب کنی. حالا یکی از پدر مادرش میترسه، یهو بری زن خونه، یکی از همسایه میترسه، یکی از مامور میترسه، بالاخره مسئله غیر قابل. ولی نیازهای سکسی مرد مثلا کسایی که مثلا جوان هستن هنوز ازدواج نکردن به راحتی میتونن، یعنی برای که من بعضی موقع تو لایف چت، حالا تو میگی الان بعضی از این حرفا شوخیه، ولی بعضی موقع یه جورایی مردم در برای این صحبت در برای این موضوع صحبت میکنن، به نظر من انگار مثلا کم دارن تو زندگیشون، یعنی واقعا به نظر میرسه که مثلا اصلا ببین خیلی تحت تاثیر خانواده است، خیلی تحت تاثیر اون خانواده اون فرده، محیطی که فرد توش هستشه. ما داریم آدم داریم 40 سالش هنوز سکس نداشته مثلا، مرد یا زن فرقی نمیکنه، میشه در دسترس هست، آزاد هست، ولی بستگی داره شما توش محیط بزرگ شده باشی. خیلی هستن اصلا کارو زشت میدونن، یعنی طرف حالا تو پدرت میگه اگه 16 سالت شد مثلا با کسی نبودی پسر من نیست، اینجا برعکسش زیادتره،
یعنی طرف میگه آقا اصلا اگه ببینم مثلا دو دختر داری اصلا دیگه به خونه میندازن بیرون. اینجوری هم هستن بچه. مشکل اقتصادی هست، خیلی ها جوان ها وابسته پدر مادرشونن، از اون طرف اونا هم خب طبیعتا تهدیدشون میکنن. اگه استقلال مادی باشه این مشکل جنسی هم خیلی کمتر میشه. من یادم یه چیزی که مدتی که من دین بسیار بسیار به شدت مسلمان بودم، یکی از بزرگترین هزینه‌هایی که دادم این بود که توی مهمونی توی جشن تولد بود یه دختر واقعا خوشگل، اصلا من هیچ وقت قیافه این دختر رو یادم نمیره، توی لباس زرد با یه دامن کوتاه اومد طرف من گفت با من میرقصی؟ من بهش گفتم نه. اصلا هیچ وقت قیافه چهره واکنش این دختر رو یادم نمیره، نگاه کرد به من گفت نه، گفتم نه، بعد رفتش. انقدر این دختر زیبا بود، انقدر من الان به خودم فوش میدم که چرا این گفتم نه، چون انقدر ناراحت شد. همین کارا رو میکنیم، همین کارا رو میکنیم، موساد نمیاد سراغت دیگه، این فرصت ها رو از دست میدی. میدونی این همه خدا واسه چیده دروازه خالی میگه بزن تو نمیزنی. من فکر کنم تا حالا هیچ وقت هیچ کسی اینجوری به این دختر نگفته بود نه. اصلا اون زدی روحی هم به اون زدی هم به خودت زدی. آره. بعد اگه چیز بود که شانس آوردی تا حالا حذف نشدی طبق قانون میگن چی؟ انتخاب طبیعی، تا حالا باید حذف میشدی تو اصلا. ببینم چه جوری زنده موندی. ولی کلا تو زندگی خیلی خوش شانس بودی. تو کلا تو زندگی خیلی خوش شانس بودی یعنی. همون که بالاخره آره هم خودکشی کردی زنده موندی، بعدش اینکه پدر مادرت اینقدر حواتو داشتن، بعد فرستادنت خارج، بعد هی بهت پول میدادن که برنگردی همون چه که هستی باش. بعد حالا البته تو این فاصله 10-12 ساله فکر کنم زیاد زحمت کشیدی، ولی الان خب خوبه وضعیت دیگه. البته خب آدم نتیجه زحمات خودش میبینه. اصلا نهید میگه در ایران روابطی هست که در خارج ایران وجود نداره. خب پس ما برگردیم پشیم بریم ایران. نمیدونم چرا بته ای مثلا چرا بته ای ما میاد بدین که چی کار میکنین همه مدلش که بخواید هم توی ایران هم خارج ایران هست بگین به ما، ما میاد بگیریم خارج از ایران از شما. من یه کتاب خریدم، من یه کتاب خریدم در راجع به سکس و سکسوالیت از بزرگی توضیح راجع بهتون بدم. من بهترین کتابی که وجود داره در برای موضوع رو به شما نشون میدم. ولی تو ایران خیلی خطرناکه ها، هیچ بهداشت مهداش رعایت نمیشه اینا اصلا. دقیقاً چرا این چیزا درست همین خیلی رابطه ها خیلی گسترده است. ولی البته در مورد اون چیزی که گفت حالا بگو کتاب رو توضیح بده. قانونی نیست داستان میشه. از تابو سکس. بله این کتاب این کتاب خیلی خوبه. یه کسی اینو باید ترجمه کنه به فارسی. نویسنده این کتابم برای من اینو امضا کرده. میگه که سکس و خدا چجوری دین دیستورت چی میشه قاسم به فارسی؟ جان دیستورت هم. دیستورت همون میشه تحریف کردن، تغییر دادن، یعنی چجوری دین سکشوالیتی رو جنسیت رو تحریف میکنه. نابود. این خیلی کتاب نابود به هم میزنه، خراب میکنه. آره حالا اون چیزی هم گفته بودیم خواستم بگم یادم رفت. آها در مورد بذارین مجیدم مجید رو ببینم صحبت کن. بگو بعد خب بذار بگم نون چیزش بگم. یه کتاب گرفتم اسم زنان ریشو مردان بیریش راجب مطالعه دو سکس و سکسوالیت دوران قاجار. خب اوکی یه پاراگرافش داشتم می‌خوندم. مثلا تو اوایل دوران قاجار مثلا زیبایی هم تو صورت مردا بود هم زنا. مثلا نقاشی هایی که از مقامات سلطنتی اونجا مونده مثلا تشخیص جنسی هست سخته چون همشون یه جور نبود. آره اصلا تو یونان باستان هم اینجوری بود. تو یونان باستان اصلا زیبایی رو بیشتر تو هنر زیبایی رو توی مرد جوان بیشتر میدیدن توی زن. یعنی یونان که هنرمندان یونان باستان زیباترین چیز رو توی یک انسان، ما الان وقتی در به زیبایی بدن صحبت میکنیم
اکثرمون هم مرد هم زن، یک زن زیبایی رو مثلا بدن یک زن زیبا رو تصور میکنیم، ولی یونان باستان بیشتر مثلا یک پسر خیلی جوان رو تصور میکردن وقتی درباره یه بدن مرد، بدن انسان صحبت میکردن. شاید تو فرهنگی نسل... بیشتر زیبایی تو بدن زنه، زیبایی تو چهره و بدن زنه تو فرهنگه. الان اکثرا اینجوری فکر میکنن، هم مرد اینجوری فکر میکنن هم زن، ولی من میگم بعضی موقع تو تاریخ بوده که اینجوری نبوده، بعضی موقع تو تاریخ بوده که زیباترین چیزو یک مرد بسیار جوان، بسیار جوان منظورم واقعا بسیار جوان، زیادی جوان نه کمتر کمتر متاسفانه. حالا اون رو من خودم 17 و نیم سالم، نه 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 حالا دیگه بیشتر نگم. ولی خب آره نه حالا دیگه بگم بیشتر مثلا نزدیک مثلا 14 15 این چیزا اینا رو حساب می‌کردن زیبا. ولی خب حالا دیگه بیشتر در این سو اون یونان باستان بوده، مال یه زمان دیگه بوده. مجید تو هم چیزی داری بگی؟ قاسم یه چیزی می‌خواست بگه، بذار ببینیم چی می‌خواست بگه. قاسم چی بود؟ من هیچ در مورد همون که گفتی که اصلا خوبه که آدم اول رابطش با یه نفر بخواد با پول باشه یا نه، من خواستم بگم که خیلی هم خوبه، چون آدم اگه بخواد اول رابطهش با یه نفری داشته باشه که بهش علاقه داره ممکنه خراب کنه، اصلا گند بزنه به اون رابطه. بهتره که با همون کسی باشه که به خاطر پول میاد، هم حرفه‌ایه، آدم یاد میگیره ازش، همین که بالاخره احتمال خراب کردن زیاده، حالا بذار یه بار خراب شه بره مثلا، آدم این کاره بشه بعد بره با کسی که بهش علاقه داره که خراب رابطه محکم شه، قوی شه، خراب نشه. خیلی منطقیه این حرف. اگه ولی به نظر من اگه میخواین از این روش استفاده کنیم باید به طور کامل به کسی که دارین مثلا پول میدین که این کارو براتون میکنه به طور شفاف بهش بگید، بگین که مثلا من بلد نیستم، من این کارو دارم، باید به من بیسیک اینو یاد بدی. اینا خودشون این کارا نگی، خودشون میاد نگاهت کنن میفهمن که این کاره یا نه. نه 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 باید این اتفاق یکی از بزرگترین مشکلات روابط جنسی اینه که ما تصور میکنیم که بدون حرف، بدون کامیونیکیشن باید همدیگر رو بخونیم. اتفاقا این تصورات رو نکنید، هرچی بیشتر کامیونیکیشن داشته باشین، توضیح بدین چی میخواین و بپرسین از بقیه که اونا چی میخواین، اتفاقا تجربه همه رو میبره بهتر بکنه. یعنی هیچ چیز رو فرض نکنین، همه چی رو کامیونیکیت بکنین. آره باید ارتباط بشه. من بفهم بقیه هم منتظرم، پس پویا منتظره، نوید منتظره، AMGD هم منتظره، پس بگین که بعد هم بریم سراغ بقیه. میگن این نظر سنجی هم انجام شده که بین جوانان، فکرم بی بی سی شاید انجام داده بود، بی بی سی دو بی بی سی بودم، نظر سنجی بود که با سکشوالیتی بین جوانا افزایش پیدا کرده. چی افزایش پیدا کرده؟ بای سکشوالیتی. چی میشه این؟ مثلا میکنم همه جمعه بای بودن. چی جنس گرایی؟ بای سکشوال. بای سکشوالیتی. بای جنس گرایی. من فکر میکنم این به این دلیل نباشه که بیشتر داره میشه. من فکر میکنم به این دلیل داره میشه که نرمالیزه داره میشه و خیلی بیشتر میتونن هم در برش صحبت کنن. آره بیشتر میان بیرون میگن که هستن، و اینکه خیلی کسایی که قبلا ممکنه بایسکشوال بودن و هیچ وقت کشف نمیکردن که بایسکشوالن، چون الان داره نرمالیزه میشه دارن خودشون کشف میکنن که بایسکشوالن. میدونی چه میشه؟ یعنی من فکر نمیکنم به طور طبیعی داره که سوال این بود که مثلا بیشتر به جنس مخالف رشته تو همجنس یا به طور مساوی یا بیشتر به همجنس، مثلا درصدهای متفاوت زیاد. من داشتم دلیلش رو توجیه میکردم، سعی میکردم یه تئوری بدم که نذاشته دیگه، ولی خب حالا باشه. خب این حرف آخر رابین. مجید حرف دیگه ای نداری که بریم سراغ بقیه برازیم؟ حرف که یه چیزایی بود میخواستم از برنامه قبل در مورد خودت بگم. یه دفعه یه مثل که برنامه قبلی بود یه کامنت کنید بافومت حافظ بافومت میدونی که رابین زار بذار اگه میشه مجید صحبتش تمام بشه خب میگم خداحافظی کنم بافومت حافظ
آها من نمیرسم این خدافزی. خب باشه باشه، مرسی رابین جان. کی حافظ؟ کی حافظ؟ من نشیدم. یه کسی حافظ. یه کلمه یه جا پیدا کرده بود با حافظ، حالا دیگه من اون متوجه نشده اول. من نشدم. خب مجید تو رابین پسر خوبیه، ولی سوالاش هیچ ربطی به اون موضوعی که مثلا توش هستیم یه سوالی میکنه اون خارجی و شکه میشه چند بار اومده اینجوری شده. سوالش هم خوبه ولی یه ربطی به اون بحثه نداره، همه گرمیم توش یه 180 درجه میپیچه. ببین دست اون ناراحت نشه، ای قصدی بیا بالا. ببین میگم که دفعه قبل تو ویدیوهای قبلی که داشتیم صحبت میکردیم در مورد شاهزاده شده و اینا، و من به تو گفتم که این نظر توه، تو یهو یه جبهه گرفتی. من گفتم به چه جبهه میگی؟ دستمون یه کامنتی گوشته بود، فکر میکنم سهیلا خانم یه کامنت گوشته بود، من هم جواب دادم که در مورد تو هم اونجا گفتیم که قلبم میگم، اما اصلا نه میشناسم نه چیزی، ولی قلبم دوست دارم. یعنی این چیزی که من از تو دیدم با این همه برنامه هایی که ازت دیدم، برنامه هاتو دیدم قبلی هاش هم دیدم، یه آدم صادقی میدونم و مطلع، مثلا تو رفته کتاب خونده، بلده، میدونه در مورد چی داره صحبت میکنه. موضوعاتو وقتی در مورد یه چیزی که بلده داره صحبت میکنه، میتونی مطمئن باشی که علکی حرف نمیزنه، حالا اگه مخالفی میدونی علکی حرف نمیزنه. این از این فارسیتم از خیلی ها بهتر فارسی، ولی خودت فکر میکنی نیست، یعنی اعتماد به نفس نداری فکر میکنی نیست، به خاطر اینکه چون میخوای برنامه فارسی داری، میخوای خوب باشی. الان اینجا داریم میبینیم دیگه، سریع یا گوگل میکنی یا نمیدونم از این میپرسی، از لایو چت میپرسی که اون کلمه رو در بیاری، اون کلمه‌ای که به درد اون بحث بخوره، یعنی جاش باشه. اونا رو خوب بلدی، عمر بلد، یه ذره لهجت لهجه آمریکایی، ولی خب اشکال نداره، خیلی خوب والا یه چیزایی مثلا ره و اینا مثلا آمریکایی طوری میگه، هیچ اشکالی توش نمیبینی، فارسی حرف نداره، ولی تو همین باعث میشه که یه چیزو هی توضیح میدی، هی توضیح میدی، فکر کنی نه متوجه نشدن بقیه. خب بعد به طرف مقابل اکثرا ایراد میگیری که چرا یه چیزو چند دفعه میگی، این باعث این نمیشه که اون حرف تو حقانیت پیدا کنه چند دفعه، مثلا در یه موضوعی سه دفعه چهار دفعه. تو خودت یه بار یه بزن من اینا رو بگم تموم بشه بعد تو بگو، اگه میخوای بنویسی یه جایی تو، من یهو سرشتش در میره میریم توی یه موضوع دیگه، همیشه اینجوری اینجا. بعد آره یه چیزو چند دفعه تکرار میشه، خب و زیاد یهو طولانی میشه در موردش، هی میخوای یه جوری که همه متوجه بشن من دارم چی میگم، که ما کامل متوجه میشیم. آرمین فارسی تو حرف نداره، باور کن، کلماتش خودش نمیدونم لهجت هیچ چیش ایراد نداره، خوبم بحث میکنی، بحثم بلدی، خوبم سوالاتم عالی. این که یه نفر اومد بالا قبلش گفت من قبل که گفتش که من قبلا آخوند بودم آدم شدم، فکر کنم کوروش بود اسمش، بعدش گفت 75 سال اونجا بعدی بهش گفتی که اینی که شما میگی شعره، گفتش که پنبه آهنو نمیبره. بذار قبل از اینکه اینو بری من جواب این تکرار حرفای تکراریمو بزنم. آقا اینا همه با همه، میخوام یه انتقاد دوستانه داریم با هم، که گفتی که یعنی چی این پنبه آهنو نمیبره، اینا شعره بهش برخورد، یه این شعره یه ذره میتونی یه جور دیگه هم با اونجوری فکر کرد، بعد گفت یعنی آنجور دیگه دستتون درد نکنه مثلا شعره. من میخوام بگم ایرانی جماعت یا با تمثیل صحبت میکنه، یا با ضرب المثل حرف میزنه، یا تو شعر داره، یعنی این مثلا یه ذره سنشون بالاتره اینا زیاد توشه، این ایرادی که تو از اون گرفتی و اونجوری بهش برخورد
ایرادی نبود، داشت یه چیزی رو میگفت، میخواست منظورش رو برسونه که مثلا این انقدر این اسلامی ها خشنن، ما نمیتونیم فقط با خوبی با اینا، و تو اونجوری بهش گفتی. اینا چیزایی بود که من از گفتم شاید اگه خدا نکنه ناراحت ناراحت هم نشی، فکر نمیکنم ناراحت بشی، چون چیزی نبود که. نه ببین، نقد درسته. من اگه بعضی موقع ها میگم که شما دارین خیلی یه حرف رو تکرار میکنین، لازم نیست چند بار بگین، معنیش نیست که من خودم این مشکل رو ندارم. خب من خودم این مشکل رو دارم، دارم سعی میکنم بهترش کنم، ولی بعضی موقع ها من فکر کنم تکرارم به جاست، بخواد بعضی جاها هم نیست. من خودم بعضی موقع گوش میکنم میگم ای بابا اینو سه بار گفتی آرمین، چرا داری دوباره میگی؟ خب من خودم میدونم این مشکل رو دارم و این نقد شما به جاست، من دارم روش تمرین میکنم، حالا شاید بهترش شاید نشه. خب من فکر نکنم ما فقط میتونیم بقیه رو فقط موقعی نقد بکنیم، موقعی که ما خودمون مشکلی نداریم. من فکر کنم حتی اگه خودمون هم مشکل داشته باشیم میتونیم بقیه رو نقد بکنیم تو همون چیز، حتی تو همون چیزی هم که خودمون مشکل داریم. یکی این، یکی مثلا بعضی موقعا یه کسی، من یه چیزی رو توضیح میدم، بعد جوابی که میدن انگار من میفهمم که متوجه نشدن، بعد یه جوری دیگه توضیح میدم که ببینم شاید حالا اینجوری متوجه شه، بعد لایف چت میگه آرمین اینو تکراری گفتی، من میگم خب کسی که دارم باهاش صحبت میکنم انگار نفهمیده من دارم چی میگم، برای همین دارم یه جوری دیگه توضیح میدم، بعد بارس میگم بعد دوباره بازم نفهمید، بعد بار سوم دارم یه جوری دیگه سعی میکنم واضح‌تر شفاف‌تر بگم، و میگم نه اگه انسان اینجوری نمیشه. برای همین بعضی موقع تکرارم به جاست، بخاطر اینکه دارم سعی میکنم ببینم آیا میشه یه جور شفاف‌تر صحبت کنم، ولی درسته بعضی موقع هم به جان نیست. من موقعی با بقیه مشکل دارم که خیلی تکراری صحبت میکنم، برای اینکه یک حرف رو همون اولش که زدن من کاملا فهمیدم، بعد دوباره دارن تکرار میکنم، به اون گیر میدم، به خودم هم باید گیر بدم وقتی اینجوریه. یکی اینکه مثلا من جبهه گرفتم علیه شما، من نحوه صحبتم اینجوریه، من وقتی یه چیزی هیجانی میشم اینجوری صحبت میکنم، من اهانتی نمیخوام، یعنی من نمیخوام جبهه علیه شما نگرفتم که مثلا بخوام توهینی بشه. من یه چیزی که خیلی قبلا داشت فکر کردم، الان یه دفعه یه اتفاقی میفته که میخوام بهونه بشه که اونو توضیح بدم، یه دفعه ممکن یه جوری حالا سعی میکنم آرومتر صحبت بکنم که اهانت نشه، ولی خب بالاخره روش یعنی صحبت کردن من بعضی موقع تونم مشکل داره. این که شما میگین که حالا ایرانیا از تمثیل و ضرب المثل و اینجا استفاده میکنن، اتفاقا من فکر کنم یکی از مشکلات این یه مشکله، این مثلا بعضی میگه خب این جوریه دیگه، ایرانی ها مثلا از شعر و این ضرب المثل، من به نظرم اینجوری نیست که. ببینید شما اگر از ضرب المثل و تمثیل و شعر و اینا بخواین استفاده بکنید، برای اینکه یک استدلالی رو کردین و به طور منطقی یه چیزی رو توضیح دادید، بعد ما از منطقی فهمیدیم که چرا حرف شما به نظر شما درسته، بعد برای اینکه بیاین رنگی بهش بدین و یه ذره قشنگترش بکنین، بعدش یه شعر میان روی این اضافه میکنین، یه ضرب المثل میزنین برای اینکه یه ذره شاعرانه بشه، قشنگ بشه، به نظر من هیچ مشکلی نداره. ولی من چیزی رو که دیدم بیشتر بین خیلی از ایرانی ها، نه همه ولی خیلی ها، فکر میکنن اگه یک چیزی رو تو قالب شعر بتونن بگن، این زیبا بودن شعر به خودی خودش تایید میکنه که حرفشون درسته، یا بیان یک ضرب المثلی استفاده بکنن، یک تمثیل استفاده بکنن، یعنی خود زیبایی تمثیل یا شعر یا ضرب المثل رو به خودی خود کافی میدونن برای اینکه شما باید قانع بشین که حرفتون درسته، و این یک مشکل خیلی بزرگه. بلکه بقیه جاها هم دیدم که مردم اینو استفاده میکنن، مثلا مردم اگه حرفی که دارن میزنن رایم داشته باشه، مردم بیشتر جدیش میگیرن، ولی تو ایران به خاطر که ایران یک فرهنگ شعر بسیار زیبا و قدیمی و جالبی داره، این روش و این هنر بیشتر ازش سوء استفاده میشه برای اینکه شما بقبولونید عقایدتون رو. هیچ کسی نباید یک حرفی رو قبول بکنه به خاطر اینکه شما بتونستین از ضرب المثل زیبا یا از یه شعر استفاده کنید. من مشکلی با استفاده از شعر ندارم، شعر و ضرب المثل و تمثیل اینا برای لذت بردن، برای زیبایی، برای استفاده از قشنگ بودن یک زبان خیلی کار خوبیه، کار درستیه، ولی برای استدلال اصلا به درد نمیخوره. آره، ولی ببین بعضی موقع با یه ضرب المثل یا یه تمثیل، ولی ضرب المثل بیشتر، تو یه منظوری رو انقدر راحت و ساده و
شیک و قشنگ، خیلی هم قشنگ میشه. و ببین تو محاوره عمومی همجوری معمولیمون با رفیقمون با دوستمون همینجوری هم یهو میبینیم با همه ایرانی ها این ضرب و مثلی صحبت، مثلا میگه که بابا تو گیلیم تو نمیتونی عذاب بکشی و زلال این کار میکنی، یا مثلا مواظب مثلا این باشه، حالا یادم نمیاد دیگه، ولی خیلی دیگه ضرب و مثل الان بخوام بالا در مورد، ولی میگم یه زیبایی یه تکنیک صحبت ایرانی ها دارن، نمیتونیم که اینو ازش بگیریم. میگم الان پس مثلا آقایی که داره میگه که پنبه آهنو نمیبره، تو دیگه باید متوجه بشی منظورش خشونت رو نمیدونم، انقدر خشونت با انقدر مهربونی جوره نمیاد، ما باید یه خشونتی هم بخوایم. قاسم موافق بود که مثل دوران قدیم برم به جنگ دین. آقا من اینو بعدا توضیح میدم، الان شما صحبت کنیم. نه خوب ببینید مجید، این الان یکی از موقعی هست که من نظر من باید تکرار بکنم. خب برای اینکه من هیچ مشکلی با من الان توضیح که دادن نشون دادم که من هیچ مشکلی با لذت بردن از زیبایی و استفاده از شعر و تمثیل و اینا ندارم. برای اینکه شما اگه میخواین یه چیزی رو بگین به روش بهتر که با کسایی که دور و برتونن بتونن از نحوه بیانتون لذت ببرن، این هیچ مشکلی نداره. موقع این مشکل داره که این جایگزین یک استدلال منطقی میشه، اون موقعی با این مشکل دارم. و وقتی یک کسی من استدلالی نمیبینم و فقط شعر میبینم، اون وقت من دارم میگم این روش نتیجه گیری نیست. یعنی تو حرفای اون آقا اصلا استدلالی ندیدی، چون حرفاش بد نبود، ولی خب دیگه همون که از آخوندی رسیده بود به این، باید براش دست بزنیم واقعا که بابا باری کلا. برای منی که از بچگی مثلا تو خونمون نبوده، با پدرمون اینجوری نبوده، خب دیگه حالا امر آنچنانی نیست که به این رسیدیم که بابا خدایی نیست. حالا اون بساطاش هم با قاسم چت میکردیم، هیئتی هم شده بودیم، نمیدونم رفتیم علم هم میکشیدیم، ولی اونها همش رفیق بازی بود دیگه، یعنی حال و حول اون هیئته بود، ولی هیئتی هم شده بودیم خداییش، یه جاهای قرآن و نماز و اینا هم رفتیم توش، ولی چون خونمون نبود نشدیم. ولی یه آخوندی که رفته توش اومده بیرون، خیلی با ارزشه که اون دیگه همه چیشو میدونه، یعنی با اطلاعات اومد بیرون. میگم یعنی درسته این کاملا درسته. من باید یه ذره بهتر، من باید حواسم باید بیشتر می بود، این نقل کاملا میپذیرم. ولی از اون که میگی تمپرامنتت هم بالاست تو حرف زدن، منم اینجوری هم، من اصلا دوست دارم، چون وقتی یه بحثی میکنی نسبت به اون بحثت باید حالت تمام یه جستی داره، هر چیزی ورزش هم که میکنی، من ورزشکار تنیساره باید جست تنیس رو داشته باشه، فوتبالیست جستش رو داشته باشه. اون صحبت کردن و حرف زدن هم در یه موردی نمیتونیم مثلا بی چیز رو بشیم و حرفی بزن، نمیشه. یه چیزی هم من بگم، من حواسم نبود که گفتن این که این یه شعره، یه مقدار مشکل من همین هست که این آخه یه چیزی میشه مثلا این یه شعره. نه ببین آره شعره مثلا. درسته. ببینید من یه مقدار یادم رفته که این یه مقدار حواسم نیست که این یه توهین هم حساب میشه، میدونم چه یعنی. تو منظورت این نبود اصلا؟ نه من منظورم این نبود، چون که من یه مقدار دور بودنم از روش‌های بیان، یه مقدار من اتفاقا تا از دهنم پرید احساس کردم که این شبیه آنته، ولی هدفم این نبود. این چیز یعنی ببین اینات مثلا یه ذره تو ایرانی و اینا فارسیت حرف نداره، ولی چون مثل اینکه خارج بزرگ شدی تو، خب این چیزای توی ایرانی ها این نقطه ها رو دیگه نبودی توی اون جمع. قبلا میدونستم یه مقدار، نه تو ایران هم بالاخره من بزرگ شدم، یعنی من تا گفتم احساس کردم که این اهانته، ولی خب یه مقدار یادم رفت، یعنی یه مقدار حواسم نبود، یه مقدار بیشتر نداره. ممکن که داریم حالا اینجا گفتیم و کوروش هم میشنوه میدونه که تو منظوری نداشتی به این چیز. نه اون فکر. آره بالاخره دوست داریم آقا آرمین، نبینیم چهارشنبه ها رو برداری، یا همین چهارشنبه ها واسه ما مونده، میگم دو کلام بابا شما. آره دوست داریم. حالا کسی دیگه هم هست دیگه من برم خدافظی میکنم از همه لایف چت مهربون، خیلی لطف دارن همه، محسن جان اینا چه تیپس های فیلم با حالی هم داد، یه سریال خوب هم گفت محسن، نگاه کردیم خیلی هم قاسم خیلی حال کردیم. آقا مخلصیم، بازم ببینیم دیگه، یعنی اینجوری ببینیم. یه زبان مسئله هست، میگن
نیش عقرب نه از ره کینه است، اقتضای طبیعتش این است. آمین که یه وقتی عصبانی میشه اون اقتضای طبیعتشه، از ره کینه نیستش، مشکلی نیستش. بعد در مورد این چیز هم نه اون صحبت هم کنده کردیم در مورد خشونت، من نگفتم برگردیم به قرون وسطا و شمشیر و نیزه بگیریم دستمون، نگفتیم اونا کار خوبی میگردن دیگه، ما با اونا ادامه بدیم. نه گفتم مثل اونها همونطوری که، نه که با روش اونها، یا همونطوری که اونها جلوی ورودش رو گرفتن ما هم جلوی ورودش رو میگرفتیم، ولی گفتم نه با اون روش. مثال زدم بیا گفتم یه هیولای خوب باید میساختیم که بتونه جلوی این هیولا بیسته. الان مخصوصا الان اینترنت همون هیولا هست قاسم. نه اینترنت یه وسیله، تو داری حرف نیچه رو داری عوض میکنی قاسم، حرف نیچه رو داری عوض میکنی قاسم. نیچه وقتی از کلمه هیولا استفاده کرد منظورش بدی بود، حالا میگه هیولای خوب. دیگه تو چرا هیولا خوبه رو میگیم؟ برای اونا بده دیگه، همون دیگه منظور من اینه که باشه یه دهر و قدرتی باشه. نویدم رفت، ببینید نوید کلی منتظر بود، رویارم کلی منتظر بود. آقا بیار بالا ببینید ما که خسته شدیم. رابینو آوردم بالا، دیدین که چقدر من رابینو باید خودم تنهایی باش صحبت کنم وقتی میارم بالا. خب از این بعد رابینو دیدم تو لایو چت اومد منتظر بود جدا میارم. من نویدم اومد، ببین نوید همین رو میاد، من دیگه نوید میارم. آقا فقط من یه چیزی بگم، نه میگه فقط یه چیزی نیم ساعت میشه. نه من منظورم مثل یه چیزی مثل نیروی متفقین بوده، که نیروی متفقین مگه چیز بدی بود؟ یه هیولای خیلی بزرگی بود ولی نتیجهش خوب شد. من باید قاسم نمیتونی ببین قاسم این کارو نکن، چون من الان وقت ندارم جواب تو بدم. یه چیز کوچیک میدی چون میدونی وقت ندارم. نه قاسم نه، تو کوهست خوبی هستی باش، چون هم لایف چیزای لایف چت رو بهم میگی، هم خوب ترجمه میکنی به از این چیزا. تو باش بالا کوهست بمون. خدا باش. مرسی مجید جان، فعلا.